دکتر هوبان، من میدونم شما تخصصتون هستش توی ناتروپاتی. بله. میتونی به ما بگی ناتروپاتی با پزشکی معمولی چه فرقی میکنه؟ اولا ناتروپاتی خب ترجمهش بخوام بکنم میشه طبیعی درمانی. طبیعی درمانی. خب خیلی تفاوت داره. تفاوت‌های خیلی خیلی زیاده. یکی از مهمترین تفاوتش اینه که توی ناتروپاتی یه تیم ورکه. یعنی خود شخص خیلی خیلی نقش مهمی داره، شخص بیمارش نقش خیلی مهمی داره برای سلامتیش. بله. یعنی باید شرکت کنه توی سلامتیش، حتما یه قدمایی رو برداره. خب ما عادت کردیم وقتی میریم پیش پزشک میگه ما فرض مثلا اینجوری هستیم اونجوری هستیم، ما میشینیم یه قرص میده بعد یه قرص میده ما میریم خونه. ولی ناتروپاتی خیلی شما رو تو برنامه زندگی و غیره مثلا یه نگاهی میکنه ببینه چه خبره، چیکار میکنی از نظر سلام، از نظر غذا و خواب و همه چی. پس شما دوست دارین توی ناتروپاتی هیستوری آدم رو کاملا بدونین. خب تاریخچه به اضافه خیلی چیزای دیگه، یعنی مثلا ما شاید 100 150 تا سوال مختلف از شخص میکنیم که تمام چرچ سوالای برای بدن، برای احساسات، برای ذهنیاتش و خیلی چیزای دیگه، به خاطر اینکه همه اینو خب تاثیر روی سلامتی شخص. بله. مثلا احساسی اگه یه فکریشون خراب باشه خب تاثیر میکنه دیگه. بله مسلمه. آره. بله. این یکی از مهمتریناش هست. بله. یکی دیگه این که ما تاکیدمون بیشتر روی پیشگیریه. پیشگیری. یعنی سعی میکنیم که به اون مرحله خیلی بیماری حاد نرسیم و رو پیشگیری بیشتر کار کنیم. بله. درست مثل این که مثلا شما یه مشکلی داری، اولش به اندازه یه گوله برف تو دستت راحت آب میشه. بله. ولی اگه ولش کنی همینجوری هی قلم میخوره میاد بالا و بزرگ میشه، میشه بهمن. بهمن میدونی یعنی چی؟ یعنی اولش میشه. بله. آره. خب برای همین تاکید ما بیشتر روی پیشگیری هستش که جلوگیری کنیم از اینکه مثلا به جاهای خیلی که نذاریم خیلی بد بشه. دقیقاً. بله. حالا صحبت کوه کردیم و میان پایین اینا. بله. یکی دیگه از تفاوتش این هستش که معمولا توی علم پزشکی باید یک شخص بیمار به یه مرحله برسه که از نظر آزمایشات و تجهیزات پزشکی قابل تشخیص باشه. یعنی مثلا اگه فرض کنیم اون رنگ سیاه باشه و اگر به اون مرحله رنگ سیاه نرسیده باشه، خب اتوماتیک بار گمان میکنن که پس سفیده. ولی ما در ناتروپاتی یا طبیعی درمانی اون سایه های خاکستری رو میبینیم.